میفهمی هر وقت که کابل قدیم میام نظر به قصه هایی که میکنن چی صمیمیت هایی بود، چی محبت هایی بود، چی اگر رفاقت هایی بود، چی رواداری هایی بود. میگن یک کیلو گوشت که یک همسایه پخته میکرد، سه همسایه دیگر همون طرف سر یک کاسه شوربا برش روا میکرد. همون تو بود نبود؟ خب یک خیر باشه، به این حال شام شکر میکشم. بریم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا. بینندگان عزیز به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. انشالله که زندگی به دلتان به پیش بره. ما همیشه میگم که یکی تشویش نکنین و یکی توقع بیش از حد از کسی نداشته باشین. توقع به حد و اندازه داشته باشین که هر کس به اندازه خودش، هر کسا به اندازه همو وزنش برش روی بدین. یعنی نظر به ظرفیت هر کس رفتار بکنین. از هر کس توقع زیاد نداشته باشین که باز توقع زیاد انسان تکه تکه میکنه، از بین میبره. به هر صورت باز که دق میاریم پشت صمیمیت ها که خفه میشیم، دق میشیم، باز میگیم که بیایم به طرف کابل قدیم. اینجا که استادستم شما تصویرها رو هم دیدین، اینجا که استادستم تیر شده از کوچه اچکزایی ها، از پهلوی سینمای بهزاد تیر شدیم آمدیم تا این قسمت. نام خدا نام خدا، او چوچه اکا چه خوب بغل کرده. همه تو دمی هفته روانه اقا مقبول بود، کاش که استاد میشد من باش گپ میزدم. به هر صورت شما این قسمت لوحه را خوانده باشین دیگه که لیسه عالی عاشقان و عارفان سال تاسیسش 1305 است. 1300 که بگیری 1400، یعنی که 100 سال کمتر زیادن، نزدیک به 105 سال از آزادی ما میشه، از استقلال ما میشه. این مکتب هم کما بیش به مو پیمان است، به مو انداز است. به هر صورت امروز در این گزارش آمدیم که کوچه سردار جان خان برای شما به تصویر بکشیم. اینمی قسمت که میبینین تا این قسمتش که رشاد استاد است کوچه اچکزیا میشه، از این به بعدش مربوط به کوچه سردار جان خان میشه. یک چرا اینجا را کوچه سردار جان خان میگن؟ بسیار قدامت تاریخی داره و گپ های خیلی زیاد هم داریم. تا کوچه پخت فروشی امروز شما را که خود چکر میتیم تصویر هم براتون میداشته باشیم و گپ های بسیار خوب هم در اینجا برای شما داریم. پخت فروشی گفتم، اینی هم شاید پخته باشه که میبره ای بیادر در کراچی. در کل اینجا که میایم میگم زیادتر ما کم گپ بذارم، دل ما آرام نمیگیره، برای شما میگم تصویر زیاد داشته باشم. اما چطور کنیم دیگه؟ دل ما آرام نمیگیره. من خوشم و خوش دارم که گپای خیلی زیاد برای شما از کابل قدیم بگویم. ای که در این گزارش چه داریم کوتاه ببینین که بعد از او باز بسم الله گفت از اینجا گزارش ما را شروع کنیم. همینجا را چرا کوچه سردار جان خان میگن؟ این سردار جان خان کی بود؟ شهر کهن بگویم یا شهر کونه بگویم یا شهر قدیم کابل بگویم؟
برای ما چی تحفه داری؟ به شما یک تحفه موبایل. کوکی موبایل بده. یک طبقه انسان ها دیگه در حالت قرار میگیره، حالت بدبختی خو زندگی میست. ما آخه این سعی کن در کوچه بگرد، در سرک بگرد، گزارش دهی کن. این طرف این طرف این که را بند نشه. بیاین این طرف گوشتر. نام خدا بیشک. تو جور هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور هست بتقلتا. نام خدا تو جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلام. و علیکم جور بخیر. سلام جور. صد خوب است. خو در بین شما کتکی گف بزنم؟ کتا زمی؟ کتکی؟ خو بیا در پای. چی؟ دولتا. چی میگو بچه توی جبیه تو نام تو چی هست؟ نام ابراهیم. ابراهیم سعی کنه بچهش. این دیگه همین نام ماندن خوب نیست بچهش. سر کس نام نمانین خو؟ آفرین. ولی چرا تو را تو میگن؟ ماشو. بگو نگو نه؟ نمیگه. خو ای تا بایی بلو سکتا بلند نکو ایج استاد شو. نام خدا بازوهای تم کشیدی این تو طرف کامره این تو. ابراهیم جان. ابراهیم چطور هستی؟ شکر تو خوب هستی؟ قربان سرت شم. ابراهیم مکتب میری؟ نه. چرا؟ نمیمانه پدرم. چرا؟ نمیمانه میگه دلزن میشی. چی میشی؟ دلزن. دلزن میشی؟ یعنی دلزده میشی؟ آه. چرا؟ هیچ رفت؟ نگه یک روز میری دیگر روز نمیری. خب نه خود تو نکو بچی دیگه خب هر روز مکتب برو دیگه مکتب چرا نمیری؟ بچه ها بگو آقای نمیمونه. نه دیگه آقایت باره. نام آقایت چی هست؟ فردین. اینه پدر ابراهیم جان فردین جان. لطفا ابراهیم بان که بره مکتب. صحیح است؟ صحیح سینه پدرت گفتی. آفرین. خب بچه ها کلتان مکتب میرین در سایتان رو بلند کنین. آفرین مکتب برین در سایتان رو بخونین. صحیح است؟ پارچه گرفتین؟ ها. چند نمره شدی؟ من در گروپ بی اومدم. خدا در گروپ بی ب اول ما نمیدم تو کلگی دوم شدش کلتون باید اول شدی آفرین نام خدا اینجا استاد شد نام خدا. خب ابراهیم برای ما چی تحفه داری؟ به شما یک تحفه موبایل. کوکی موبایل بده. تو کوکی موبایل نوردی ناجوان. خب بگه خی بجای برو به یک چیزی برای ما بخوان یک ترانه بازور ما فکر کنم تحفه موبایل هست. دادا اینا بخوان چی میخوانی برای ما؟ شعر میخوانی؟ ترانه میخوایی؟ میخوانی؟ قصه میکنی؟ بگو چی را بگو؟ چی یاد داری ترانه؟ ترانه را یاد ندارم. چی را یاد داری خی؟ بجا را بگو. نگم چی را بگه؟ جماعت اسیر آقای در جیب تا پلا سیر کنم آقای تا بستر کنم. سعی که تو یک چک کنی برای جوال دم بسیار شوخ است. خب یعنی چیز نمیگم. ابراهیم دا این دا چی میخوایی شوی؟ چی کارا میخوایی؟ دکتر. دکتر؟ چرا میخوایی دکتر شوی؟ میخوایم دیگه مریضی بیاییم. مریضی ها بیاییم جورش کنیم. مریضی ها بیاییم تو جورش کنیم. خب خیر ببینیم. اوه بیشکت هست من میگم. مگم بسیار بچه شوخ هم ولی شوخ هم هستی؟ نه. این میگه اینیم در این منطقه هیچ کسی از دستت به آزار نمانده؟ نه آزار نمانده. نمیتی آزار کنیم. خونه میره خونه در خونه خیلی شوخی میکنم. شوخی میکنم؟ نه شوخی نمیکنم. آفرین بچه شوخی نکنین. سعیز؟ کل تانو طرف وای بای کنین طرف کمره. برین دیگه خداحافظ تان. برین خداحافظ. بیا. خب ما سایز برای خداحافظ. ما یک چیز است که دمی اول گزارش کوشش میکنیم که کتی چوچک ها قصه کنم بخاطر از اینکه یا زود برن ابراهیم زود خانه برو دگه تیز برین برو دگه تیز برو تیز دگه بخاطر از اینکه اینا برن که دل امام جمع شده که در کدام جوی نفتن در کدام جر نفتن که کدام گپ نشه. بیای
ما همیشه گفتیم که در کابل قدیم که میم ما را آرام نمیگیرد. این خانه را ببینین، این دوکانه را ببینین، یک روز در اینا مردم ما زندگی میکردن، بودن از همو کاکه ها بودن، از همو مردم های خوب زندگی میکردن. امروز که میگیم خوب باشیم به خاطر از اینکه یک زمان باز اگر کسی میایه از محیط و منطقه ما گزارش میسازه، حداقل عمق خوب خوب بگویه، از ما به نیکی یاد بکنه. این کلان گپ است. اینجا چی گپ است بیادر؟ اینجا بیخی ایچ چیزی گپ نیست. اونجا نان و قاقه دیدم، هم یکم تا میگه که نانا قاق شده و سپرتش. نه، نان و قاق او سو انداخته نمیشه، نان و قاق خرید فروش میکنن. از این همیست که از این همی هم یک چهار و پب مردم صاحب رزق روزی میشه. اینجا نان و قاق ماندن. من نمیفهم که اینجا خانه است. خواه جانک جور است بشه بخیر هستی. شکر. چیه گفته و سو طرف؟ تو سایه را گیر کردی؟ والا نمیشه که سایه نیست. خوب نه خو سایه به سایه ششتی. شکر شکر. ما آخه این سایه که در کوچه بگرد، در سرک بگرد، گزارش تایکو. در چرت رفتی؟ من اغرور تا گورم چه غر شه سرقم برا برایی. او خو میفهمه کم شایه چه رقم برابر کنه. نه این حال از شای کار بار خود بگو، ایج کونه فروشی است؟ یک کونه فروشی است. چی از دای کونه فروشی؟ چی را مردم میاره که میخری؟ یه پیپسی، نان خوش. نان قاق. ولی نان قاق چرا که میخری؟ نان قاق از تو است؟ بله. خیسام سعی دایی کار بار است؟ سیر چند است؟ کلوی دار رو پا. کلوی دار رو پا؟ سیر افتاد رو پا؟ سیر افتاد رو پا. سام سعی فایده است؟ او یک روپه دو روپه پیدا است. نیخو هفت کیلو یک سیر میشه هفتاد روپه. هفتاد روپه که مفت کنه ده روپه یا چرده روپه، اشتاد و چر روپه جور میشه. چند؟ یک سد و چل روپه. نه اشتاد و چر روپه. اشتاد و چر روپه. چرا رقم فایده میکنه؟ من نفهمیدم. دو روپه پیدا میکنه ده یک کیلو. ده یک کیلو. خواه این 68 روپه دیگه از چی میشه؟ دیگه چی نداره؟ کیلوی 10 روپه میخری؟ آه 7 کیلویش 70 روپه. 12 سوده میشه. خب 12 سوده میشه. کیلوی 10 میخری 12 میفروشی؟ ها دمی هر کیلویش 2 روپه میمونه. میمونه. نظر رو را ما رفتم. خیر ببینی، خوش شدم از دیدنت. زنده باشه برای زنده. از دوکان کرا میتی؟ اوه کرا میتم. چند کرا میتی؟ دو نیم هزار از این کرا است. در بالای شمال کسی میشینی؟ خانه بسیار سابقه است. اینمی دوکان، اینمی خانه است. اونجا کال همون خانه والا است. میشینی کرا نشین است. دمی خانه کنه؟ والا چرا نیز بده؟ آلی چپا نمیشه؟ نمیترسن که آلی خو کونه شده؟ نمیشه گذران نکنه، پیسه کنم باشه. خوب نمیشه. کاربار تو خوب است؟ شکر خوش باش. زنده باشه. چای صبح خوردی؟ زنده باشه. نان که میخوری؟ نان و مماد نمیجا هست. هست؟ چای صبح خوردی؟ شکر. نان و چاشتا میخوری؟ شکر شما که میخوری؟ شما گب میزنی؟ ما چای نخوردیم، نان نخوردیم، از تو کدخ ما بشیم اگه بزنیم؟ نه، ما کم در تکلیف داریم، خاطر ازی رفتیم. با امان خدا، شفای عاجل. شفای عاجل، بخیر باشی. با امان خدا. بچه ها را را بند کردین دیگه، شما تصویرها را ببینین که باز ما تو میده برم اون طرف. ما شما را نگفتیم که برین خانه. اینجا امروی مدیر صاحب را صحبت بکنیم که مدیر صاحبم نظر به ای که یک کمک گفایشان را گوش کردیم. سلام برسته، چای داده میتونیم؟
مدیر صاحب هم دمی کشتی ما یک وقت بوده. بله بله. اما تراز نیست. بله به خودم معرفی بکنید. اسم ما مرافضل ایدری است. ما باشنده همی محل هستم دیگه. محل سردار جلال خان نایی اول. قبلا نام یک مدت در تلویزیون ملی وظیفه داشت. نام خدا نام خدا. بله. بیشک بلا. رو تلویزیون ملی کدام سالا؟ والا دمی سالای 82 دیگه تا تقریبا 12 سال کار کردم. 12 سال. بله. این بحث بزرگای ما شماست. من خواهش میکنم وی لطف و مرحمت و مهربانی شماست. این شما بودین که زمان چقدر یک او زمان گزارشگر مردم صحیح میشه. احترام بود. نه اتاق احترام میکردن. بله بله بله. کارمند تلویزیون بسیار نظر به مو وقت بسیار خوب زندگی داشت. بسیار خوب زندگی داشت. آرام بودن، امکانات بودن. این ماشش بود مثلا وسایل نقلیه و انتقالش بود. در پلوی از او هم امکاناتش بوده که اضافه کاری که کارمندایی که داشتن اصل مزار شما دیدین والا دیگه خود دیگه این خود سلسله دنیا متر است یک طبقه یک لذت دنیا را میبینه یک طبقه انسان ها دیگه در حالت قرار میگیره حالت بدبختی خود زندگی میست کار خدا داره کوپون هم داشت کوپون در نخه دو زمان نداشت دو زمان قبل از حکومت کرزی صاحب بگویم در دوره دکتر صاحب نجیب وقت کوپون بود صاحب ماش بود ماش به اسلام و پیسه مصرف سر جیبی بود اما در کوپون از پل ریش گرفته تا برنج و روغن صاحب چیزی که بود نبود کلی خبر داره آشاب باته میشد آشاب باته خوب یک فامیل میشد مجرد می بود برش چهار سیره بود اون کسی که زندار بود هشت سیره هر قدر که میخورد در طول یک ماه برش کفایت میکرد بله. اما خب یه اینگاه گمش که حالا حال گپ نمیزنه که گپای ما دیگه طرف نرا در کدام بخشا بودین؟ والا من در بخش اداری بودم در استخدام بودم زیادتر مدیر استخدام بودم تا افتاد درکات بودم چقدر آدم از این صحبت های تان معلوم میشه بسیار آدم علیمه در بخش استخدام مانده بودن خدا چقدر مردم استخدام کردی؟ والا استخدام صاحب من 8 سال مکمل ماندم کدام کس رخ منفک نیست ما والا باز شاید رو همکارا ببینن قضاوت کنند من کسی بودم که دفاع از حق حقوق کارمندان میکردم اجرا میکردم یگانه کار را کردم خود صفتی نشه من قانون کارمندان و قانون کار در تلویزیون ملی تطبیق کردم چرا هر کس حال گفتنش خوب نیست هر کس را میخواست او را چی میکرد منفک میکرد اما شما دفاع میکرد بله به خاطر که ما مطابق قانون توصیه اختار کسر ماش بعد از اون مکتوب خواهی بشدی که صلاحیت منفکی یک مامور شخص رئیس جمهور نداره علیاز حقوقی و قانونی از لحاظ بسیار آسان داره ولال خود دیگه چی مهم دیگه نگفتی ما سر و گپ نمیزنیم بله ما هم گذشته خودم میگیم صحیح و خیر باشه مدیر صاحب بسیار خوش شدم از دیدنتان حال که اینجا هستین چقدر خوب است ما پرسان بکنم همینجا هست تو بود تو نظامی ما صاحب تقریبا 45 یا کمتر زیادتر سال شد ما دیگه زندگی میکنم از جای ما سپهمان است بله همینجا چرا کوچه سردار جان خان میگن این سردار جان خان کی بود سردار جان خان صاحب یکی از سردارای دوران بود که در وقتی که در سال 1771 قمری تیمورشاه درانی بچه امرشاه درانی چون شما میفهمیدین که پایتخت در قندهار بود وجه تهاجم انتقال دادن به انگلیس ها زیاد بود و او به خاطر که از تهاجم بان او وقت اند برتانوی بود که شامل چی میشه ببخشین اند و بنگلادش و پاکستان خواست پایتخت در کابل بیاره وقتی که در کابل آورد صاحب در تای دو سال انتقال داد وقتی که آمد امو قنداری که بود امو نخبه هایی که بود مثلا نظامی ها بود افراد بسیار سندگر قوی بود این کسایی بود که به اسلام که براینده تنظیم امور دولت در کابل وار انتقال داد وقتی که انتقال داد بودمی شهر قدیم کابل که شهر قدیم کابل یا خود کابل تاریخش تقریبا به بیش از 3500 سال قبل برمیگرده که در اون زمان یکی خاندان کابل شاهان یا ترک شاهان میگن کنمو خدمات بسیار زیاده کرد در اون دوران از وا بود که مثلا در اول خود کشور ما شما چندین رشد ادیان دیده در اول دین زردشتی بود بعد از او بودایی بود هندویزم بود و اسلام بود دیگه این خاندان کابل شاهان کسایی بود که تجارت زیاد رونق دادن در پالوی از او کنترل رای ابریشم از زیر چی گرفت خب بر رفای مردم کار کردن دیگه همین کسایی که بود کابل نامگذاری کرد سردار جان خان بود مثلا مراد علی خان بود مثلا جعفر خان بود این سردارای نامی بود یا کسبه کارهای رک آوردن در بخش های مختلف مثلا اینجا میبینیم منطقه و محلات و بنامشان مثلا کافروشی است مزگری است صندوق سازی است در جنگ و اینا دیگه بازی ها پیش قدم بود پیش قدم بوده سردارا نه تنها در جنگ در امور نظام
که نظام چه قسم تنظیم کنن، چه قسم مردمداری کنن، مردم. بله بله به این قسمت یا هر کس دمو رشته خود به اصلاح کار میکرد. سنتگر علایده است، مثلا نظامی علایده، تجار علایده. با اون خاطر دیگه کوچه ها با نام مختلف موند و هر جای عطرسازی غلا بدن، کافروشی و اینم ترکلش، تنور سازی و مزگری و گپا نامارماندن. این سردار جان خانم دیگه کسی بوده که سردارای شخصیت بوده، شخصیت سردار بوده، سردار بوده، سرشناس بوده، سرشناس بودن. مثلا اینجا پالوی خانم و پاهمتر با نام کسی با نام عبدالله افغان‌نویس بود، بهترین نویسنده بود، بهترین فامیده بود، بهترین کسی بود که واقعا او علما بودن. آله خب باز مکتب عاشقان عرفان است، سابق سردار جان خان بوده مکتب. اصلا سردار جان خان بوده بله. پس اونها باز دیگه خوب همین جنگا که آمده و تنظیما که آمد، همه ساعت کابل تغییر کرد، نامات تغییر کرد، محلات تغییر کرد. خب شما بهتر میفهمید. خوشحال شدم اینی بچم کس نواسه یکی از اون آدمای سرشناس تلویزیون ملی در دورانش آیسای پاینده آمد شد. آیسای پاینده جان هم میشناسم. خب خیر محمد جانه که خدا مغفرت کنه فوت کرد اونا. خو سلام احترامات مرا بپذیرند، خداوند سرمند داشته باشند. سئیس اونا مرا زیادتر میشناسه، چرا ما یک بخشی بودیم که کارشان بود. دیگه شما خبر داری تقریبا در مرکز تقریبا 2000 نفر مامور و اجیر بود. یادم نمیمونه نمیمونه صاحب دیگه خبر. بله خوش شدم زنده باشید، افتخار ما از دیدنتون. شکر که هستین. خوش شدیم شما بزرگا بودین که لقل میامی رسانه را خواهش میکنم وقت زمانش در زمانش تعریف کردین. خواهش میکنم مردم فهمان که رسانه کیست چی است. خب دیگه وقت کم از یک نیت پاوا خدا کمتر نکنه. با امان خدا، با امان خدا. خوش شدم از دیدنت. با امان خدا. بیا کمک تستر بیا پیش بیا. یکی از قدیمی ترین مسجد ها بگویم، امرای وکیل صاحب قیوم معرفی شدیم. بیاییم که وکیل صاحب خودش خود معرفی بکنه که ما میشه درست نامتا نه باز باز ما گله نکنی از ما. خب در قدم اول خوش ما را خوش آمدید میگم در این منطقه و محل ما. حاجی عبدالقیوم وکیل گذر پنجم نایی اول شهر کابل هستم. فیلن ما و شما یک کوچی است به نام کوچی پخته فروشی بر فیلن یاد میشه. در این موقعیت ما و شما قرار داریم. اما گپای ما در ساحه سردار جان خان است دیگه. بله. حال که باز دوستای ما نبین که از کوچه بر آمده. لیسه سردار جان خان بود. دیگه از او قسمت شما آمدین فیلن در موقعیت کوچی پخته فروشی قرار دارید. همین دروازه هم بسیار قدیمی است. ما همین جای قدیمی را ببینم باید سرش گپ بزنم. از این که در کرامت از او بالاتر است. بالاتر است. بسیار جا. این مسجد دیدم. بله. این مسجد هم از امو ساختارش معلوم میشه که بسیار سابقه مسجد است وکیل. این مسجد اگر ما در بارش بگویم خود تو 100% معلومات نداریم، خود نسبی معلومات براتون داده میتونیم که این مسجد در قرن 13 معمار شده. خب قرن 13 اول قرن 21 21 است. و این مسجد وقتی که معمار شده به نام مسجد نور الاسلام، بعد از اون به نام چوپروشی، بعد از اون به نام مسجد کتاب فروشی و فعلا به نام مسجد پخته فروشی یاد میشه. یک کتاب فروشی هم؟ بله. چوب فروشی، کتاب فروشی، پخته فروشی. چهار نام سه؟ چهار نام داره این مسجد. بله. و در پلوش یک مدرسه بسیار خوب و زیبا و از اون آثار عتیقه بگویم یا عبادات تاریخی بگویم که با واقعیت قابل دیدن است که باید یک دفعه دیدن. شکلش به همون ساختار سابقه است. به همون ساختار سابقه است، گنبزی است، بسیار زیبا و معقول. وکیل صاحب زنگ آمد برش. خیر بیاییم بریم داخل. خوب است؟ داخل یک دفعه میریم از داخل هم دیدن میکنیم باز مشکلات هایی که داریم. بازورم شما یک دفعه بگین، شما اورم بگین. وظیفه ماست که باید به گوش مسئولین برسه. و دیگه ای که اولین مسجد است که ما سر خوردیم که مثلا در قرن 13 قرن 21 این 7 سال 8 قرن 8 قرن من 8 قرن گذشت. مگر در 8 قرن هم تو مانده ای خو باجی باجی با سازی شده با سازی شده اما فعلا هم
قبلا از طرف وزارت دادپرهنگ این میگه پای ما رو داخل بزنیم. خوب است، خوب است، از نزدیک ببینیم. خوب است، خوب است. دروازه شما پیشتر دیدیم، شما تصویر شو ببینید. دروازه خوب است، سه سه دروازه دیگه این دست دروازه سابق شمی است. اصلا دروازه شمی است. بله، مگر معلوم میشه چیز در جانش نمانده. دروازه دیگه چی براتون بگویم، چهار یک دروازه سابقه و تاریخی است. بله، اینی چی بود وکیل صاحب؟ اینی گنبد برج است، ای آزان خانه است که در اینجا باز در وقت زمان لاسپیکر و مایک و میکروفون این چیزا نبودن. باز اینجا بالا میشدن، دور خورده بالا میرفتیم، باز اینجا آزان میدارن که مردم خبر شود وقت نماز است. بله، آزان میدارن که وقت آزان است. نگه متاسفانه فعلا به این حالت رسیده. حالی بیخی یک رقم آدم میترسه که چپه نشه. نه انشالله چپه خونه میشه. باش کمک آهسته تر بریم. این خوب است، یک ذخیره او خدا را اینجا. بله، آه آه. اصلا در پلان خوب بسیار پلان خوبه. به خاطر مسجد، سایه سرسبز و وضو خانه و تشنابا کلش دو سایه. خب متاسفانه که نیمکاره مانده. مانده، نیمکاره مانده. بله، مدت سایه شنام خدا بسیار زیاد کلانه. سایه بسیار کلان، بسیار مسجد. این مسجد، مسجد ایدگاه، شکل همین مسجد هم همون مثل مسجد ایدگاه. مگر ما تا به حالا در این مسجد نامده بودم وکیل صاحب. اینی قسمت هاش اینه. خوش آمدین، خوش آمدین. داخل ببینین هر پایه داره که فکر کنم شاید اضافه از 6 متر باشه. هر پایه داخلی از ایره داخل. همین چقدر سایه، همین چقدر جای است؟ سایش خو فکر کنم که از 3 جریب زمین بالاتر است. 3 جریب زمین؟ از 3 جریب زمین بالاتر. یعنی من فکر میکنم که مردمی که در شهر کنه نمیگم در کابل قدیم زندگی کرده حتما نمازای عید دیگه شاید که دمیجا خواندن نماز عید حتما اینجا. کسی که شهر کوهن بگویم یا شهر کنه بگویم یا شهر قدیم کابل بگویم حتما اینجا یک نماز عید ادا کردند. حتما به خاطر که شکلش هم رقم است و دیگه بسیار زیاد کلان است. دیگه یک چیز دیگر را براتون یادآوری بکنم که این مسجد تقریبا 3 سال میشه به می حالت خود باقی مانده. این باز موادای ما که در این قسمت ها میبینین اینی موادای ما ماشتاشتا از بین دفتر رئیس مینه میره از وزارت حج اوقاف، از ریاست مساجد، از اطلاعات فرهنگ. یک خواهشی دارم که این امیر هر چی زودتر در سیاسی اقدام بکنه که متباقی کار از یان به خیر خلاص شوه و غرض استفاده مردم قرار بگیره. آیا فعلا غیر فعال است؟ باید غیر فعال بگویم به خاطر از اینکه باز شما داخل زیره ببینین ما پرچای پلاستیکی را انبار کردیم، یک قسمتش را پرده زدیم که از داخل باز ببینیم قسمتش بیخی اصلا هیچ قابل استفاده نیست چون زیر کار است. یک قسمت از اینکه تقریبا 60% جور شده مازمو فعلا استفاده میکنیم. هرچند که در جریان گپای ما وکیل صاحب تصویرا هم شما دیدین، اما با آن هم کمی دیگه من میخوام پیش برم. این نام خدا بسیار از بیرو بازم خورد معلوم میشه. مسجدی است که داخل شوین اصلا هیچ تصور نمیکنین که تو یک چیزی باشه و اصلا باز دوباره نمیخواین که بیرون شوین که چی یک هوایی است. یک گپ که زدی میریم داخل. میریم بخیر داخل. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر خوب سرد است. بسیار سرد است. بیاییم اکل سویجی. بر عبادت وکیل صاحب همه قسم یک جای یک جایی که به شوق و به ذوق به علاقه به عبادت آرام را بکنید. روحت آرام میشه. روحت آرام شوانیش؟ بله هم. این واقعا که تاریخی است. بله. منتها معلوم میشه که خیلی مصرف هم کار داره. تقریبا نظر به مو گپای انجینیر صاحبا که بعضی وقت ما امرایشان مسئولین عبادات تاریخی انجینیر صاحبش بعضی وقت میگه که ما امرایشان گپ میزنم 64% کار ازی تکمیل شده. 40% مانده دیگه هم یک شرکت 40% 36% کار از اینا مانده به خاطر بودیجه ندارن یا مشکلات هایی که دارن به اینمی خاطر دیگه. بازم من از مسئولین محترم این خواهش دارم که توجه کنم زودتر در این عرصه توجه بکنم. گپ پیشتر هم گفت این خانه تان آباد به نظر شما چقدر مصرف داشته باشه؟ دیگه تو تخمینی دقیق معلومات ندارم.
قلبا سپاس میکنم از اینکه گزارش های ما را همیشه تعقیب میکنین. هرچند که میخواستم به گزارش ادامه بدم، اما به دلیل از اینکه عوام خیلی گرم است و وقت گزارش ما تمام است، یک چند دقیقه یک مانده بود، باز خواستم که در آخر یک چند تا تصویر بسیار مقبول که رشاد برتان گرفته از این کوچه سردار جان خان او را ببینین. و ما هم دارم اینجا خداحافظی میکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل که بازم اگر زنده بودیم براتان گزارش میسازیم. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.